با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها از راه رسیدن تهدیدهای امنیتی همگام با انتخابات ریاست جمهوری، اما مسئولان میگویند برای تامین امنیت تدابیر ویژه‌ای دارند. در قسمت خونسازی پلان‌های دشمن در پروسه انتخابات نسان خود حاضر بگیرند که پروسه جریان دارند. بازی حزب اسلامی با جرگه مشورتی، حزب اسلامی میگوید خبر شرکت این حزب در جرگه کاملا دروغ و بی اساس است. نماینده حکمتیار صاحب چند روز پیش آمده بود، سه روز پیش با رئیس جمهور ملاقات داشتن و تایی ملاقات یک لیست 15 نفری را برای حکومت داده که ما او لیستی که اونا ارائه کرده او را به عضویت جرگه گرفتیم. امیدوار هستیم که درس اوباما از نبرد افغانستان، باراک اوباما هشدار میدهد فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت. این نسل نسل نهم و یازدهم سپتامبر است. آنان با سفر پس از سفر به افغانستان و عراق هر ماموریت را که از آنان خواسته شد به گونه درست انجام دادند. و 11 میلیون آسیب دیده ابر طوفان فیلیپین در انتظار کمک های جهان. سازمان ملل میگوید آسیب دیده ها در فیلیپین نیاز به کمک های بیدرنگ دارند. سلام و شب شما بخیر. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از جعل کارت‌های رای‌دهی در پاکستان نگران هستند. وزیر امور داخله که امروز به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، جعل کارت‌های رای‌دهی را در پاکستان تایید می‌کند. مقام‌های امنیتی می‌گویند که تهدیدهای امنیتی با نزدیک شدن انتخابات افزایش خواهد یافت، اما نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت و جلوگیری از حملات هراس‌افگنانه تدابیر ویژه‌ای دارند. کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در نشست روز سه‌شنبه این مجلس وزیران دفاع ملی و امور داخله و نیز معاون ریاست عمومی امنیت ملی را فراخواند و بیشتر پرسش‌های نمایندگان درباره تأمین امنیت کشور و انتخابات بود. مقام‌های امنیتی کشور می‌گویند که برای برگزاری انتخابات تدابیر ویژه گرفتند. در همین حال وزیر امور داخله جعل کارت‌های رای‌دهی را در پاکستان تایید می‌کند و می‌گوید برای تأمین امنیت مرزها تلاش‌های جدی ادامه دارند. بخش سرحدی خود اسلامی کنید. ما اصلاحات در دیگر جای تطبیق کردیم، شاید تکمیل نشده باشه ولی آغاز خوب کردیم. حالا دست ما رسیده به قوای سرحدی ما، سر نیروهای سرحدی. یک هفته بعد انشاءالله شما شاید خواهد بدیم که در اوجه هم یک تغییرات جدی می که در قسمت خونسازی پلان های دشمن در پروسه انتخابات تسامح خود حاضر بگیرم که پروسه جریان داره. تمام مسائل ما به مون کمیسیون و به ارتباط انتخابات هر اطلاعی که می باشد به مون کمیسیون باید مواصلت کنند. کمیسیون بعد از ارجابی خود و کمیسیون محترم وزارت امور داخله یک جای مشترک می سازند و تصمیم خود می گیرند. در همین حال وزیر دفاع یک بار دیگر بر بی‌طرفی نیروهای امنیتی در انتخابات تاکید می‌ورزد. بی‌طرف نباشیم، باز او خدای ناخواستان اون وقتی است که بوران در کشور میه. اینه به شما اطمینان میدم، به مردم خود اطمینان میدم که اردو همونطوری که مظهر وحدت ملی است به دید بی‌طرفی می‌بینیم. حق رأی به کاندید مورد نظر ما داریم، ولی به هیچ عنوان حق فعالیت سیاسی و کمپانی را نداریم. هر کس بکنه جزای قانونی خود را می‌بینم. این مقام ها چالش های امنیتی را در برابر کشور میپذیرند، اما میگویند که تمامی نهادها در هماهنگی با هم تلاش میورزند تا این چالش ها را از میان بردارند. هماین رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر در استودیو با ما هستند. آقای هماین خیلی خوش آمدین. چقدر میتوان به این وعده هایی که وزرای امنیتی سپردن به کمیسیون های مجلس باور داشت؟ میتوان باور داشت برای که اینها میتونن تامین امنیت بکنن در روز انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که گفته های وزیر صاحب در وقتی که انتخابات نزدیک شود تا جای ناقص خواهد ماند و فکر نکنم که تامین امنیت را بتونن به شکل درست. این به معنای این نیست که وزیر داخله یا هم وزیر دفاع ضعیف هستند، بلکه خود سیستمی که
در اردوی ملی و در پلیس ایجاد شده، خود سیستم ضعیف است. یعنی ما نداریم کادرهایی که بتونن به شکل صحیح پیش ببره این پروسه را و بتونن که امنیت تامین کنن. حالا از تدابیر ویژه گفته شد در اجلاس امروزی، این تدابیر ویژه‌ای که مقام ها میگن عبارت از چی است؟ چه تدابیری گرفته شده برای امنیت بهتر انتخابات؟ خب ما نظر ما ایست که شما اگر یادتان باشه انتخابات پارلمانی که چند سال قبل گذشت، نیروهای خارجی با اونا همکاری کردن، با همون تعداد سربازایی که اردوی ملی و پلیس ملی همین حالا داره، با همون تعداد در مو خارجا هم با اونا کمک میکرد، لیکن هیچ چیز نتوانست. انتخابات بسیار ضعیف و امنیت در کل در افغانستان در قسمت بیشترش، یعنی تقریبا در 40-50% قسمت افغانستان امنیت تامین نبود و انتخابات به شکلی بودن که تقریبا در تمام قسمتهایش جل و تزویر وجود داشت، که مردم به شکل صندوق‌ها را از رای پر کردن و کسایی که باید نمی آمدن در پارلمان آمدن. حالا فکر میکنین پیشنهاد نماینده های مجلس چه از به مقامات امنیتی که چه تدابیری گرفته شود و چه چیزهای نیاز است برای اینکه از این چالش ها بتونن عبور بکنن؟ خب من نظر ما ایست که یگانه رایی که میتونن که پلیس و نیروهای امنیتی ما بتونن که تامین امنیت کنه، به فکر ما بجز ای که باز هم رجوع شود به طرف نیروهای خارجی و از اونا کمک خواسته شود، چیزی که فکر نکنم که نیروهای خارجی این دفعه تامین امنیت کنه با انتخابات. این یک چیز مهم است و اگر بتانن که قناعت اونا را داده بتانن تا در این انتخابات هم حضور نیروهای خارجی باشه تا که تامین امنیت کنه، فکر کنم به جز از این کدام رای دیگری وجود نداره. حالا از جعل کارت‌های رای‌دهی در پاکستان گفته شد، وزیر داخله هم تایید کرده در این نشست، فکر میکنین چه چاره پیشنهاد شد برای اینکه جلوگیری شود از آمدن از ورودی کارت ها به درون افغانستان و اینکه استفاده نشه در روز انتخابات؟ خب ما در مورد کارت های جعلی نظری که من دارم او ایست که هر افغان، هر فرد یک رای اجازه داره که برای به صندوق رای دهی و رای بتن. ای که کسی میرن و کارت های جعلی جور میکنن، فکر میکنم که به دردشان نخورن، به خاطر از ای که در جایی که امنیت است در اوج یک نفر دوبار نمیتونه که رای بته، والله و که هرچقدر کارت جعلی تیار شده باشه، در جایی که امنیت نیست هیچ ضرورت به کارت نیست. ورقای برگای انتخابات میتونن بریزانن به صندوقا و هیچ به کارت هم توجهی نکنن. یعنی من نمیفهم که تشویش در این قسمت چیست. کسایی که کارت های جعلی را جور میکنن، اونا فکر میکنن که ما شاید بتانیم ایره بفروشیم، و ای که وزیر صاحب داخله تایید میکنه که کارت های جعلی وجود داره، من فکر کنم وجود داشته باشه و پاکستان بسیار زیاد چاپ کنن. لیکن به نظر ما که در خود انتخابات کارت های جعلی هیچ به درد کس نخواد خورد. ولی آیا تدابیر ویژه از سوی مقامات امنیتی گرفته شده که جلوگیری بکنه اگر کسی بخواه از این کارت ها استفاده بکنه؟ خب ما نظر ما ایست که تجهیزاتی که باید اونا دستشان باشه تا که بتونه کارت جعل از کارت اصلی تفکیک کنه، فکر نکنم که داشته باشن و بچه‌شم یک سربازی که در اوج استاد است یا یک کارکن جنایی که در اوج استاد است، او نمیتونه که بچه‌شم جعل و تصویر از هم جدا کنن. سپاسگزارم. همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس، ممنون از حضور شما. از آغاز سال تا اکنون نزدیک به 500 قاچاقبر مواد مخدر در کشور بازداشت شدند. دادستانی ویژه مبارزه با مواد مخدر با ابراز این مطلب میگوید که از این میان 440 پرونده به این نهاد رسیده است. در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز بیش از 20 تن مواد مخدر و مشروبات الکلی را آتش زد. معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله ظرفیت ها را در پیکار با مواد مخدر اندک می داند و می گوید که برای پیکار جدی با این پدیده به ظرفیت های بیشتر نیاز است. بیش از 20 تن مواد مخدر که از بخش های گوناگون کشور به دست آمده است، امروز از سوی معینیت مبارزه با مواد مخدر آتش زده شد. گفته می شود که در پیوند به این رویداد بیش از 400 تن نیز بازداشت شدند. بیشتر از 20 تن مواد مخدر، مواد کیمیاوی و مشروبات الکلی حریق میشه. لشروع دی کال نه در تروس پوری
سلویخ قضیه زمون عدلی او قضایی مرکز تا دی کشفی ارگانو لخوا قضای ما وصلت کرده. اضافه ل سلور شپیته میلونو افغانی نه لقاچاق بران نه مصادره کری او بانک تم تحویل کردیم. از جهان انتظار ما می است که در این عرصه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان آنطور که لازم و شاید و باید است بعد از سال 2014 هم کمک های زنان را انتظار داریم. در همین حال نماینده سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از افزایش قاچاق و تولید مواد مخدر و معتادان در کشور ابراز نگرانی می کند. پیشرفت‌های خوبی در نهادهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انجام شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر در سیاست‌گذاری‌ها نقش مهمی داشته است. و نیز پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و بازداشت قاچاقباران مواد مخدر دستاوردهای خوبی داشته است. تولید و قاچاق مواد مخدر یک چالش در برابر جهان است و آتش زدن مواد مخدر در کابل و ولایت‌ها نشان دهنده تلاش‌های حکومت افغانستان در زمینه پیکار با این پدیده است. ضبط مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران ما را به پیکار با این پدیده در افغانستان امیدوار می‌سازد. مسئولان مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌ورزند که قرار است عملیات گسترده برای مبارزه با مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران مواد مخدر در کابل آغاز شود. آنان می‌افزایند که برنامه‌های برای گردآوری معتادان مواد مخدر در کابل و درمان آنان نیز روی دست هستند و این برنامه‌ها کمک خواهند کرد تا این معتادان در زمستان امسال جان‌هایشان را از دست ندهند. رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که در این جرگه در حدود 3000 تن شرکت خواهند کرد و در میان اعضای این لوی جرگه ایتی از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز شرکت خواهد کرد. اما حزب اسلامی با فرستادن خبرنامه این اظهارات را رد کرده و گفته خبر مبنی بر شرکت این حزب در جرگه کاملا دروغ و بی اساس است. قرار است جرگه مشورتی 30 ماه عقرب گشایش یابد. سرانجام لوی جرگه مشورتی به روز 30 ماه عقرب به کارش آغاز خواهد کرد. تاریخ جرگه تاریخ 30 عقرب روز پنجشنبه مطابق با 21 نوامبر تعیین شده که روز آغاز لوی جرگه مشورتی است و این 4 روز فعلا در برنامه ماست که دوام میکنه. روز جمعه و شنبه در کمیته‌های 50گانه بحث میشه و در روز یکشنبه اختتامی است. رئیس دبیرخانه کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی به طلوع نیوز میگوید که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز برای شرکت در این جرگه آمادگی نشان داده است. نماینده حکمتیار صاحب چند روز پیش آمده بود، 3 روز پیش با رئیس جمهور ملاقات داشتن و تایی ملاقات یک لیست 15 نفری را برای حکومت داده که ما اون لیست که اونا ارائه کرده او را به عضویت جرگه گرفتیم. امیدوار هستیم که شرکت کنم. آقای دکتر صاحب غیرت بهیر در گذشته هم می آمدن بر ملاقات نمایندگی از آقای حکمتیار میکرد و حالا هم به نمایندگی از آقای حکمتیار آمده صحبت کرده با رئیس جمهور. از سوی دیگر برخی رسانه ها نگاشتند که غیرت بهیر مسئول بخش سیاسی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار شرکت نمایندگان این حزب را در این جرگه به شدت رد میکند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از گروه های مسئله مخالف دولت افغانستان است و در برابر نیروهای امنیتی افغان و خارجی می جنگد. این حزب خواهان بیرون شدن بیدرنگ نیروهای خارجی از این کشور است. در همین حال وزیر امور داخله از تلاش ها برای تامین امنیت جرگه مشورتی سخن می زند و می گوید که برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی پاسگاه های زیادی ایجاد شده اند. ما گزارش شده جرگه د پاره غنوزی واری جرگه تخریب نو دغه تلاشیګان چې موږ شروع کړی په څلور دروازو کې او په خار په منځ کې دغه پورې اړه لري ځکه موږ پوهیږو چې دا ملت د مشکل باعث کیږي موټرونه د مشکل باعث کیږي بعضن وکیل صاحبان ته هم د مشکل باعث کیږي اما مجبور. فهرست شرکت کنندگان جرگه مشورتی نهایی شده است. در این جرگه در حدود 3000 تن از سراسر کشور و نیز مهمانان خارجی شرکت خواهند کرد. شرکت کنندگان درباره چگونگی برخورد قضایی با سربازان آمریکایی در افغانستان برای زنی خواهند پرداخت. بارک اوباما هشدار می‌دهد که فراموش کردن
افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت و به ما میگوید که آمریکا هرگز نخواهد گذاشت تا دستاوردها و فداکاری‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان فراموش شوند و همین که امروز سربازان آمریکایی در اینجا حضور دارند بیانگر آن است که این فداکاری‌ها فراموش نخواهند شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید شبکه القاعده در حال نابود شدن است، از همین رو تا پایان زمستان امسال شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان به 34,000 تن کاهش خواهد یافت. باراک اوباما در مراسم ویژه یادبود از سالروز سربازان کهنه‌کار میگوید که در نتیجه فداکاری‌های سربازان آمریکایی القاعده در حال نابود شدن است و ملت ایالات متحده نیز اکنون خودش را مسئول‌تر احساس می‌کند. وی تاکید می‌ورزد که پس از هر جنگ توجه از خدمات و فداکاری‌های نظامیان به سوی دیگر تغییر می‌کند، اما اداره وی هرگز اجازه نخواهد داد تا فداکاری‌های بزرگ آنان در افغانستان فراموش شوند. این نسل نسل نهم و یازدهم سپتامبر است. آنان با سفر پس از سفر به افغانستان و عراق هر ماموریتی را که از آنان خواسته شد به گونه درست انجام دادند. از همین رو امروز ما می توانیم بگوییم که به خاطر خدمات قهرمانانه این سربازان هسته اصلی القاعده در مسیر شکست قرار گرفته است و کشورمان امن‌تر و ملت ما احساس بهتری دارند. هم‌اکنون 51,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور اوباما میگوید که بر بنیاد برنامه از پیش اعلام شده، شمار این نظامیان در جریان 3 ماه آینده به 34,000 تن کاهش خواهد یافت. این زمستان شمار سربازان ما در افغانستان به 34,000 تن کاهش خواهند یافت و تا زمستان سال آینده انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان تقریبا تکمیل خواهد شد. پس درازترین جنگ تاریخ آمریکا پایان خواهد یافت. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی، بریتانیا نیز شمار سربازانش را در آستانه آغاز سال 2014 میلادی از 8500 تن به 5000 کاهش می‌دهد، اما با این هم انتظار می‌رود که هزاران سرباز خارجی پس از این سال همچنان در کشور باقی خواهند ماند. نمایندگان پناهجویان افغان در پاکستان هشدار می‌دهند که اگر خواستهای آنان در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری پذیرفته نشود، آنان در لویه جرگه مشورتی شرکت نخواهند کرد. نمایندگان پناهجویان افغان در پاکستان میخواهند که برای آنان نیز زمینه رایدهی در انتخابات مهیا شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری انتخابات بیرون مرزی را ناممکن میداند. تا لحظات دیگر، سازمان ملل خواستار کمک به آسیب دیدگان طوفان فیلیپین. باز هم خوش آمدید. سازمان ملل برای رسیدگی به آسیب دیدگان ابر طوفان فیلیپین خواستار 301 میلیون دلار شده است. مقام های این سازمان میگویند که بیش از 11 میلیون شهروند فیلیپین که در طوفان جمعه گذشته آسیب دیدند نیاز به کمک های بیدرنگ دارند. در همین حال آمریکا و بریتانیا نیز دو کشتی کمک های بشردوستانه ایشان را به فیلیپین فرستادند. با گذشت 4 روز از طوفان نیرومند هایان در فیلیپین، باشندگان ایالت لیته این کشور هنوز هم در انتظار دریافت کمک‌های بشردوستانه هستند. گزارش‌ها می‌رسانند که بیش از 10,000 تن از باشندگان شهر تاکلوبان در طوفان جمعه گذشته جان باختند که بیشتر آنان در اثر تغیان آب دریا جان باختند. مقام‌های فیلیپینی می‌گویند که نزدیک به 80% از ایالت لیته این کشور ویران شده است و صدها هزار باشنده این ایالت در انتظار مواد خوراکی و آشامیدنی هستند. در این حال سازمان ملل متحد برای رسیدگی به آسیب دیدگان این ابر طوفان خواستار 301 میلیون دلار شده است. به روز شنبه گروه از سازمان ملل برای ارزیابی شهر تاکلوبان، یکی از بخش‌هایی که سخت آسیب دیده است، به این کشور رفت. آژانس‌های سازمان ملل متحد در فیلیپین یک جا با شرکای خود می‌کوشند تا برای رسیدگی به آسیب دیدگان این رویداد با حکومت فیلیپین همکاری کنند.
همزمان با این، ایالات متحده ای امریکا و بریتانیا نیز دو کشتی کمک های بشر دوستانه ایشان را به فیلیپین فرستادند. کاخ سفید میگوید که کشتی جنگی یو اس اس جورج واشنگتن را از سواحل هنگ کنگ به بخش های آسیب دیده فیلیپین اعزام کرده است تا در عملیات امداد رسانی شرکت کنند. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید که یک ناو و یک هواپیمای حامل نظامیان را برای مشارکت در عملیات نجات به این کشور فرستاده است. ائتلاف ملی مخالف حکومت سوریه از تشکیل یک حکومت موقت خبر می‌دهد. اعضای این ائتلاف پس از نشست در استانبول اعلام کردند که برای اداره بخش‌های زیر تصرف جنگجویان مخالف حکومت کابینه ای را که 9 وزیر دارد تعیین کردند. ائتلاف ملی مخالف حکومت سوریه نیز می‌گوید که در صورت کنارگیری بشار اسد از قدرت در گفتگوهای صلح شرکت خواهد کرد. تا لحظات دیگر، افزایش 1 میلیاردی ذخایر ارزی. باز هم خوش آمدید. ذخایر ارزی کشور نسبت به پارسال بیشتر از 1 میلیارد دلار افزایش یافته است. رئیس بانک مرکزی میگوید که ذخایر ارزی افغانستان در حال حاضر به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده است که بهبود اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. وی میگوید بانک مرکزی بر اساس سیاست پولی و برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی هر هفته مقدار دلار را به بازار عرضه میکند. باز هم ذخایر ارزی رو به افزایش بوده است. رئیس بانک مرکزی رشد واقعی اقتصاد افغانستان را میان 7-8% میگوید و افزایش ذخایر ارزی را نشان دهنده بهبود اوضاع اقتصاد کشور میداند. با وصفی که ما در حدود 3 میلیارد دلار امسال به بازار عرضه کردیم، با وصف از اونا ما تانستیم که حجم یا مبلغ حجم ذخایر اثاری خود با 1 میلیارد دلار بالا ببریم که از 6.2 میلیارد آله به 7.1 میلیارد دلار بالا رفته. این کلش نماینده افزایش بهبود اقتصادی افغانستان است. رئیس بانک مرکزی میگوید که افزایش ذخایر ارزی تاثیر مستقیم بر ثبات ارزش افغانی دارد و به هر اندازه ای که این ذخایر بیشتر باشد، به همان اندازه دولت میتواند با اطمینان نیازمندی های وارداتی اش را تامین کند. در پایان نگاه دیگر به چند خبر. حزب اسلامی حکمتیار میگوید خبر شرکت این حزب در جرگه مشورتی کاملا دروغ و بی اساس است. باراک اوباما هشدار می‌دهد که فراموش کردن افغانستان پیامدهای ناگواری خواهد داشت. و سازمان ملل می‌گوید 11 میلیون شهروند فیلیپین که در ابر طوفان آسیب دیدند نیاز به کمک‌های بیدرنگ دارند. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.